سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیروزی هستم نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز دوشنبه از دستگیری گروهی که آنان را اعضای یک تیم تروریستی نامید در منطقه سرباز در جنوب شرق ایران خبر داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با اعلام این خبر گفته این تیم در گذشته تعدادی معلم و نیروهای بسیجی را در منطقه جنوب شرق ایران کشته است. حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته در این ارتباط دوازده نفر دستگیر شدند. یازده همه دی ایسا شهرکی یک معلم و ادهم صبوری یک بسیجی در روستای نسیر در استان سیستان و بلوچستان به دست دو موتور سوار به قتل رسیدند. آقای شهرکی سومین معلم است که پس از جواد نوروزی و رضا سرگزی از ابتدای سال جاری در استان سیستان و بلوچستان ترور شدند. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفته جمهوری اسلامی عبور هواپیماهای ناتو از آسمان ایران را ممنوع اعلام کرده است و همچنین گفته علاوه بر هواپیماهای نظامی سازمان ناتو هواپیماهای برخی کشورهای فرامنطقه ای نیز حق عبور از آسمان ایران را ندارند و این موضوع را از طریق سازمان هواپیمایی بین‌المللی ایکائو اعلام کرده ایم. شهری بر ماه امسال ایران یک فروند هواپیمای بوینگ 737 متعلق به نیروهای بین المللی آیساف را که از افغانستان به امارات متحده عربی می رفت هنگام عبور از آسمان ایران مجبور به فرود در بندر باز کرد و پس از چند ساعت با آن اجازه پرواز داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار اجرای اصلی از قانون اساسی شده است که بر برگزاری همه پرسی در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاکید دارد. آقای روحانی اشاره نکرده که از نظر او چه مسئله مهمی باید به همه پرسی گذاشته شود. اما امیر محبیان تحلیلگر محافظ کار گفته حسن روحانی بخشی از پروژه بزرگ نظام برای ساماندهی آینده است. رئیس جمهوری ایران خواستار اجرای اصلی از قانون اساسی شده است که بر برگزاری همه پرسی در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید دارد. حسن روحانی که در همایش اقتصاد ایران سخن می گفت تحکید کرد برای یک بار هم که شده درباره مسئله بسیار مهم که در زندگی همه تأثیر است نظر مستقیم مردم پرسیده شود. اقتصاد ما تا کی به سیاست هم به سیاست خارجی یارانه میده هم به سیاست داخلی یارانه میده یه دهه به عکس کنیم یه دهه امتحان کنیم از سیاست خارجی و داخلی به اقتصاد یارانه بدیم یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا حالا اجرا نشده و من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی دلم میخواد شرایطی فراهم بشه یک بار هم شده به این اصل قانون اساسی عمل شه قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود آقای روحانی اشاره نکرد که از نظر او چه مسئله مهمی باید به همه پرسی گذاشته شود اما توضیح داد که باید برای مدتی بیشتر به اقتصاد توجه کرد و افزود اقتصاد ایران بیشتر سیاسی است و با سیاست خارجی و داخلی در هم تنیده است به گفته رئیس جمهوری ایران بر اساس قانون اساسی مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه در مجلس تصویب شود، باید مستقیم به آراء عمومی و همه پرسی گذاشته شود. اما آنطور که آقای روحانی گفته، اکنون 36 سال گذشته و یک بار همین اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است. پرداخت یارانه و پرونده هستهای دو تحول مناقشه برانگیز سالهای گذشته از موضوعاتی بوده که مقامها و چهره های سیاسی ایران خواستار برگزاری همه پرسی درباره آنها شده بودند. پنج سال پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت خواستار برگزاری رفراندوم درباره یاران ها شد. جمعی از چهره سیاسی ایران از جمله میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران و از سران مخالف نتیجه انتخابات سال 1388 هم خواستار برگزاری رفراندوم درباره سیاست خارجی و پرونده هسته ایران شده بودند. فروردین سا... 1358 در اولین همه پرسی جمهوری اسلامی ایران نظام جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد. بعد از آن دو مرتبه در سالهای 1358 و 1368 قانون اساسی و بازنگری آن به رأی عمومی گذاشته شده است. همزمان با سخنان روحانی، امیر محبیان از تحلیلگران محافظگار اعتراف کرد حاکمیت دیگر به محمود احمدی نژاد اعتماد ندارد و حسن روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ نظام برای سازماندهی آینده است. آقای محبیان گفته احمدی نژاد مشغول ارسال سیگنال به سطوح بالای حاکمیت است تا اعتماد از دست رفته را بازسازی کند. و از ویترین خارج کردن رحیم مشایی هم در این راستاست. محبیان افزوده احمدی نژاد تحلیلی اشتباه از میزان انعطاف نظام داشت و گمان میکرد نظام در برابر اصلاح طلبان یا فردی مثل روحانی چاره ای جز اتکاب او ندارد. این تحلیلگر سیاسی محافظگار اضافه کرده سیستم روحانی قابل پیش بینی را به احمدی نژاد غیر قابل پیش بینی ترجیح داد و به همین خاطر هم رحیم مشاعی را رد صلاحیت کرد وی با اعلام اینکه روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ است گفته در مقدمات این پروژه احمدی نژاد نقشی را بر عهده داشت اما این نقش در پرده دوم توسط فردی چون روحانی قابل اجرا بود نه احمدی نژاد محبیان درباره جزئیات این پروژه سخن نگفته است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر تکرار کرد که دولت در صدد کاهش نرخ تورم است. وی وعده داد که در سال 1396 که سال پایانی کار دولت وی است، تورم تک رقمی خواهد شد. رئیس جمهور با اشاره به کاهش قیمت نفت از کارشناسان اقتصادی خواست که راه حل‌های خود را به دولت ارائه کنند. آقای روحانی تاکید کرد باید اقتصاد را از انحصار نجات داد وی بر اهمیت نقش رقابت در این پهنه انگوش گذاشت و راندخاری را یک بیماری خواند بنا به ارزیابی روحانی با وجود انحصار نمیتوان انتظار پیشرفت اقتصادی داشت رئیس دولت یازان گفت اگر شفافیت در کار بود اگر راند نبود آن وقت اقتصاد نجا پیدا میکند به نظر بسیاری از کارشناسان اجتماعی استبداد سیاسی زمین ساز فرار نهادهای های حکومتی از شفافیت بوده و استبداد دلیل اصلی گسترش سیستم راندخاری در نظام های غیر دموکراتیک است. بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در پروندهسازی جدید به نه سال و نیم حبس محکوم شد. آقای ابراهیم زاده به اتهام ارتباط با احمد شهید در تاریخ 12 آذر ماه 93 توسط قاضی احمد زاده رئیس شعبه 26 همه دادگاه انقلاب محاکمه و به اتهام اجتماع و تبانی به 7.5 سال زندان برای تبلیغ علیه نظام به 18 ماه حبس و برای نگهداری آلات قمار در داخل زندان که متعلق به وی نبوده است به 4.5 ماه حبس محکوم شده است. نیما ابراهیم زاده فرزند وی از بیماری ی سرطان رنج میبرد و برای مداوا با مشکلات بسیاری مواجه است. غلام حسین محسنی اجهی سخنگو و معاون اول قوه قضایی ایران میگوید به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل می شود. به گزارش میزان خبرگزاری قوه قضایی ایران، آقای اجهی ای در نشست خبری امروز خود گفت نتیجه جلسات دادگاه در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد، اما تا قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد. سخنگوی قوه قضایی ایران تاریخی برای محاکمه رهبران اعتراض های انتخابات ریاست جمهوری 88 مشخص نکرده است. این اولین بار است که قوه قضایی از برگزاری چنین دادگاهی در آینده نزدیک خبر می رهبران اعتراض های سال 88 همواره خواهان برگزاری دادگاه علنی برای دفاع از خود بودند. علی متحری نماینده تهران در مجلس نامی سرگوشدهی به رئیس قوه قضایی نوشته و از هزارات اخیر وی درباره حصر مهدی کروبی و میرحسین موسفی به شدت انتقاد کرده است. رئیس قوه قضایی ایران روز چهارشنبه دهم ده, ده حصر سران جنبش سبز را قانونی دانسته بود. علی متحری امضای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 توسط محمود احمدی نژاد رئیس سابق این شورا را مورد تردید دانست این نماینده تهران در مجلس در نامه سرگشاده به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران سخنان او درباره قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی را به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضایی خواند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر میبرند. رئیس قوه قضایی ایران روز چهارشنبه ده دی حصر آنان را قانونی و منطبق با وظایف تعریف شده در اصل 176 قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود وی خطاب به رئیس قوه قضایی نوشت اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم شورای عالی امنیت ملی میتواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی علی متحری با انتشار نامه‌ای در وبسایتش خطاب به آقای آملی لاریجانی نوشت متاسفانه این برهان سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیز انتفاع ساقد می کند. آقای متحری تصریح کرد گذشته از مسلحت خیالی توجیه وضع موجود قطعا از آن دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است در ماهای گذشته برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران از جمله مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قوم و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار رفع میر میرحسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند آقای متحری هم چنین گفت در اصل 176 قانون اساسی مقولاتی مانند حصر افراد در وظایف شورای عالی امنیت ملی تعریف نشده است رئیس قوه قضایی روز چهارشنبه همچنین برخی از نظرهای معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 درباره اینکه اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی میخواهند که حرفهای خود را بزنند را یکی از دلایل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه آقایان موسی و کروبی اعلام کرده بود. آقای متحری با اشاره به این سخنان رئیس قوه قضایی نوشت روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی میخواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست. رئیس قوه قضایی همچنین گفته بود که هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حسر میر حسین موسوی و مهدی کروبی تغییری کند دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است آقای متحری در نامه خود تصریح کرد مصوبه شورای عالی امنیت ملی حتی اکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است بنابراین می توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید آقای متحری در پایان نامه خود به رئیس قوه قضایی نوشت اگر تصمیم بر محاکمه است چه محضوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این قائل خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود میگذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است همزمان با نامه سرگشاده علی مطهری ابراهیم رئیسی داستان کل کشور گفته تا زمانی که میر موسوی و مهدی کروبی توبه نکنند هیچ مقامی نباید سخن از رفع حس آنها به میان ببرد این مقام قضایی اضافه کرده تا زمانی که این دو رهبر جنبش سبز بر مواضع خود پافشاری کنند به هیچ وجه نباید از سوی مقامی حرف از رفع حسر شنیده شود به نظر می رسد منظور رئیسی از این سخنان حسن روحانی باشد که در ماهای اخیر به طور تلویحی حرف از بخشیده شدن موسوی و کروبی زده است. علی متحری تنها نماینده مجلس است که در سالهای اخیر بارها ادامه حس را غیرقانونی دانسته و خواستار آزادی این دو رهبر جنبش صف شده است. پیشتر مهدی کروبی در پیامی از علی متحری خواسته بود از سوی وی پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم در جهت بر پای دادگاهی علنی باشد. متحری روز هشتم تیر ماه گفته بود که خامنه ای جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو حکم خیلی سنگینی در انتظارشان خواهد بود. اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس ایران در اعتراض به تفسیر هیئت رئیسه از آین داخلی مجلس در تشکیل کمیسیون تلفیق به طور دست جمعی استعفا دادند این تصمیم پس از آن اعلام شد که نمایندگان عضو این کمیسیون اجازه نیافتند به عنوان اعضای یک کمیسیون تخصصی در ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه شرکت کنند وظیفه کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایت مردم از قوای سگانی حکومتی در ایران است حمید رسایی از چهره شناخته شده این کمیسیون است جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با وبسایت رجا نیوز درباره گزارش‌های اخیر در خصوص توافق آمریکا و ایران برای انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی به کشور سوم گفته است در جریان مذاکرات میان محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در مسقط در آبان ماه سال جاری این موضوع پیشنهاد شد که یکی از بدترین طرحها از ابتدا تا کنون بوده است خبرگزاری آساشیتت پرس از قول دیپلومات ها پیشتر گزارش داده بود ایران و آمریکا به طور موقت بر سر طرحی به توافق رسیدند تا بر اساس آن ایران بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی شده که ممکن است در ساخت سلاح اتمی به کار رود را به روسیه منتقل کند مرزیه افغم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هر توافق در این باره را تکذیب کرد با این حال آقای کریمی قدوسی گفته محمد جواد ظریف روز سهشنبه هفته جاری در مجلس حضور خواهد یافت تا به پرسش ها در این زمینه پاسخ دهد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شورای امنیت را مسئول شکست پیشنویس قطنامی پایان اشغالگری اسرائیل دانست و گفت طرح پایان اشغالگری را دوباره به شورای امنیت ارائه می دهیم. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت دولتش در برابر درخواست فلسطینی ها برای پیوستن به دادگاه لاهه ساکت نخواهد نشست. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شورای امنیت را مسئول شکست پیشنویس قدنامه پایان اشغالگری اسرائیل دانست و با تاکید بر مصمم بودن تشکیلات خودگردان مبنی بر ارائه دوباره این طرح به شورای امنیت خاطرنشان کرد که شورای امنیت بالاخره فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت محمود عباس گفت با کمک اردن به عنوان تنها کشور عرب عضو شورای امنیت ارائه دوباره این طرح به شورای امنیت را بررسی خواهیم کرد وی گفت ما از این کار خسته نخواهیم شد و آنقدر آن را تکرار می کنیم تا شورای امنیت بالاخره فلسطین را به رسمیت بشناسد عباس همچنین از بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور فلسطین یاد و بر مخالفت خود با هر گونه شهرکسازی اسرائیل در آن تاکید کرد پیشنویس قدنامه فلسطین برای پایان اشغالگری که اخیرا توسط مسئولان فلسطینی به سازمان ملل ارائه شده بود با رأی منفی آمریکا نتوانست آرای لازم در شورای امنیت را کسب کند در رویدادی دیگر مرتبط با اسرائیل آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه این کشور میگوید نه ایران و حزب الله و یا فلسطینی ها بلکه اروپای غربی مهمترین چالش اسرائیل در سال 2015 است لیبرمن این سخنان را در جمع سفیران اسرائیل در کشورهای اروپایی بیان کرد لیبرمن مدعی شد که برخی از کشورهای اروپایی در موزگیری های خود علیه اسرائیل مطالبی مشابه افتراهای پروتوکل بزرگان سهیون را تکرار می کنند. پروتکل بزرگان سهیون سندی جعلی و ضد یهودی مربوط به سال 1903 است. مجالس ایرلند، بریتانیا، فرانسه و شمار دیگری از کشورها به تازگی دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. امریکی با انتقاد دولت اسرائیل روبرو شده است. هرچند فلسطینی‌ها، ها هفته گذشته در تلاش خود در شورای امنیت برای تصویب قطنامه پایان اشغالگری بر اراضی فلسطینی موفق نشدند اما فرانسه و لوکزامبورگ به پیشنویس این قدنامه رأی موافق دادند وزیر خارجه اسرائیل در سخنان خود به از سوئد و ایرلند انتقاد کرد و گفت رفتار آنها مانع موزگیری های نابخردانه سال 1938 در آستانه جنگ جهانی دوم است به گفته لیبرمن اسرائیل تنها نماینده ارزش غربی در خاورمیانه است اما اروپاییان اسرائیل را تنها میگذارند لیبرمن همچنین گفت درخواست فلسطینی ها برای پیوستن به دیوان کیفره بینرملی نشان میدهد که پیمان اسلو فرو پاشیده شده است پیمان اسلو توافق سیاسی بود که در تابستان 1993 میان دولت وقت اسرائیل به رهبری اسحاق رابین با سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات به دست آمد و بر اساس آن صاف تشکیلات خودگردان فلسطینی را در کرانه باختری و نوار غزه برپا کرد. در رویدادی دیگر هم در اولین جلسه کابینه اسرائیل بعد از درخواست فلسطینی ها برای پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت اجازه نخواهد داد پای سربازان و افسران ارتش اسرائیل به این دادگاه کشیده شود. آقای نتانیاهو گفت که فلسطینیها ها با این اقدام راه رویارویی با اسرائیل را برگزیدند و هشدار داد که دولتش در برابر این درخواست ساکت نخواهد نشست. روز شنبه یک روز بعد از ارائه رسمی درخواست تشکیلات خودگردان اسرائیل اعلام کرد که روند انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطینیها ها را متوقف می کند. این درآمدها منبع اصلی تأمین بودجه دولت فلسطینی است. این اولین بار نیست که اسرائیل مانع انتقال بودجه ماهانه دولت فلسطینی می شود. اوایل بهار گذشته هم که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای عضویت در یک رشته معاهدات و کنوانسیون های بین درخواست داده بود، اسرائیل اقدام مشابهی انجام داد. اسرائیل نگران است که با پذیرش فلسطین به عنوان یک دولت مستقل در نهادهای بین ایجاد کشور مستقل فلسطین مقبولیت جهانی بیشتری پیدا کند. درخواست فلسطینی ها برای پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری با وجود مخالفت اسرائیل و آمریکا روز جمعه دوم ژانویه به این دیوان ارائه شد. در صورت پذیرش این درخواست، فلسطینی ها می اسرائیل را به اتهام ارتکاع به جرائم جنگی در مناطق اشغالی تحت پیگرد قرار دهند. اشرف قانی رئیس جمهوری افغانستان گفته است ضرب دو ساله آمریکا برای خارج کردن آخرین نیروهایش از افغانستان ممکن است نیازمند بررسی مجدد باشد. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید همزمان با مسئولیت پذیری افغانها در امور امنیتی کشورشان همه سربازان آمریکایی را تا پایان سال 2016 از افغانستان خارج خواهد کرد. طالبان در سال گذشته حملات خود را به طور قابل توجهی شدت داده و علیه آمریکا اعلام پیروزی کرده است. اختلاف نظرها در مورد جدول زمانی خروج اعتلاف تحت رهبری آمریکا باعث تنش در روابط آمریکا و افغانستان شده بود سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده تعداد ناظران خود تا پایان ماه جاری میلادی در اوکراین را به دو برابر میرساند میخائیل بوژورکی سخنگوی این سازمان گفته با اینکه شرایط امنیتی در شرق اوکراین بهبود یافته اما گزارش هایی درباره موارد نقض آتش از سوی دو طرف ارائه شده است مقام های نظامی اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند حیدر نخست وزیر عراق از تونی ابود همتای استرالیایی خود در بغداد خواست کمک های نظامی این کشور به عراق برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی را افزایش داد. تونی اووت برای مذاکره درباره همکاری دو جانبه به بغداد سفر کرده است. استرالیا یکی از اعضای ائتلاف به رهبری آمریکاست که طی ماه‌های اخیر حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی انجام دادن، در همین حال منابع اعتلاف بین به رهبری آمریکا اعلام کرده است نیروهای هوایی کشورهای عضو این اعتلاف هفت حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق انجام داده است وزارت اطلاعات ایران میگوید دفاتر 17 شبکه ای در ایران به جرم تفرقه اندازی تعطیل شدند. مردات ماه امسال نیز وزارت اطلاعات ایران طی بیانیه ای اعلام کرد چند تلویزیون افراطی شیعه در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی و قم تعطیل و را نیز در این رابطه دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات ایران از تعطیلی دفاتر 17 شبکه ماهواره ای در ایران به جرم تفرقه اندازی خبر داد. معاون اطلاعات داخلی وزیر اطلاعات ایران در همایش آین برادری در بم گفت این 17 شبکه توسط دشمنان به اسم شیعه راه اندازی شده بودند و افسود که دشمنان روی کرده خود را به نرمافزاری تغییر دادند تا با تفکر و مکتب امام خمینی که در جهان در حال رشد است مقابله کنند و به نوعی تفکر دیگر را گسترش دهند. محمد پورفلاح ایجاد گروه های ماننده داعش را در منطقه از اقدامات دیگر دشمنان دانست و گفت آنچه در دنیا بر ضد اسلام می بینیم صرفا توسط سحیونیس و یهودی ها برنامه ریزی می شود. او همچنین گفت ممکن است در قوم به اسم مرجعیت فتواهایی صادر شود اما آنچه برای ما ملاک است بیانات رهبری است که اختلاف بین شیعه و سنی را حرام اعلام کردند. این در حالی است که دهها شبکه مذهبی با پخش خرافات و نوه خانی ساعتها در روز از عراق و ایران و بریتانیا با حمایت مالی جمهوری اسلامی برنامه پخش می کنند و هیچ نظارتی بر کار آنها وجود ندارد. وزارت اطلاعات ایران در مرداد ماه گذشته از تعطیل کردن دفاتر چند شبکه ماهواری که به طور غیرقانونی و مخفیانه برای اختلاف افکنی در جهان اسلام و تخریب وچه شیعه فعالیت می کنند و بازداشت عوامل آنها در استانهای قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی خبر داده بود. چند روز پیش از آن استاندار قم از دریافت نامه ای از شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان خبر داده بود که در آن از برنامه های این شبکه های ای شکایت کرده بود پیش از این نیز انتقاداتی نسبت به حملات برخی از روحانیون شیعه به اهل سنت مطرح شده بود گفتنی بسیاری از این شبکه های مذهبی از سوی هواداران ای آیت الله سید صادق شیرازی حمایت می شوند که ولایت فقیه را قبول ندارد و در این حال نگاه متعصبانه ای به مذهب تشیع دارد. بستن دفاتر این شبکه ها عنوان فریبکارانه است که نمی تواند حمایت دولت ایران و مراجع حکومتی را از شبکه های مذهبی پیرو خط ولایت پنهان کند. شبکه مثل ولایت که مطالب کز و مسمومی علیه اهل سنت پخش می کند. اخیرا یکی از شبکه های اهل سنت به نام وسال حق با آشکار کردن دروغهایی که از سوی کانال ولایت و آیت الله قزبینی در باب کتب اهل سنت مثل صحیح بخاری پخش می شود ضربه سنگینی به کانال ولایت وارد کرده است. رئیس سازمان زندان های ایران از وجود 60 هزار سارق در زندان های ایران خبر داد. اصغر جانگیر، گسترش حاشی نشینی و اعتیاد، بالا رفتن آمار طلاق، رواج زندگی مجردی و ناامنیها ها و بیتوجهی به مسائل فرهنگی را با افزایش شمار سارقان در زندان ها مرتبط دانسته و گفته این مسائل را نمیتوان فقط با زندان و سنگینتر کردن مجازات حل کرد، آقای جانگیر خاطر نشان کرده با توجه به اینکه ظرفیت زندان‌های کشور از نظر فضای فیزیکی بین 80 تا 118 هزار نفر است اما حدود 220 هزار نفر در زندان هستند و این دو و نیم برابر ظرفیت زندان‌های کشور است. محمود گلزاری معاون وزارت جوانان ایران میگوید 80 درصد متلقه های کشور زیر سی سال سن دارند. آقای گلزاری معاون سازماندهی امور جوانان در ورزش و جوانان اعلام کرده که از 160 هزار مورد ازدواج در سال 23 هزار نمونه به طلاق منجر می شود. به گفته وی تهران بالاترین و همدان کمترین میانگین طلاق را دارند. معاون وزارت جوانان از فعالیت حدود 300 وبسایت و مرکز غیرقانونی همسریابی در سطح کشور خبر داد و گفت همسریابی به روش سنتی دیگر پاسخگوی نیاز جامعه ایران نیست به تصریح کرده در هر ساعت 18 مورد طلاق در کشور ثبت می شود مدیر کل نیروهای امنیتی لبنان میگوید گروه داعش در کوهستانهای قلمون در مناطق مرزی سوریه و لبنان در تلاش برای تصرف روستاهای صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی دو قاضی را مامور رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری کرد. به گزارش میزان رئیس قوه قضایی در احکام جداگانه محمد جواد حشمتی و نادر خواندگار را به عنوان قضات هیئت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. جزئیات بیشتری از چرایی انتصاب این دو قاضی و کارکرد آنها منتشر نشده است. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.